من میخوام چیزی رو که تو قلبمه امروز با یه خورده عمق بیشتری با شما در میون بذارم، پس فرصت رو غنیمت میشمارم، میرم سراغ کلام خدا. قبل از این که فقط وارد متن یوحنا باب 15 بشم، میخوام یک کلیتی رو بگم. قبل از این که ما به داستان مسیح تاک حقیقی و باب 15 برسیم، در باب 13 و 14 مسیح شام آخر رو با شاگردان میخوره. یهودا به خیانت میکنه، مسیح راجع به رفتن نزد پدر صحبت میکنه، نزد پدر من خانه بسیار است، و در نهایت میرسه به داستانی که ما میخوایم امروز روش تمرکز بکنیم. یوحنا باب 15 آیات 1 تا 14 هست. پس از اول با هم بخونیم و یواش یواش بریم جلوی متن. انقدر جذاب و زیباست که من فکر نمیکنم احتیاج باشه با هیچ داستان دیگری شروع بکنیم. مسیح اینطور شروع میکنه: من تاک حقیقی هستم. دو زبان اصلی اگه نگاه کنیم، اول میشه من هستم تاک حقیقی. این آخرین از 7 من هستم مسیح هست. اگه آشنا باشید، مسیح 7 بار من هستم رو در اناجیل در واقع در خصوص خودش میگه، و این من هستم اشاره داره به خدایی که به موسی ظاهر میشه. وقتی موسی میگه خداوند اسم تو چیست رو بشناسم، خدا میگه من هستم آن که هستم. پس در وهله اول مسیح بعد از اینکه شام رو با شاگردان خورده، داره راجع به آنچه بعد از در واقع مرگ مسیح اتفاق میفته، رفتن نزد پدر و دلگرم کردن شاگردان صحبت میکنه، به یاد اونا میاره که من خداوند زنده‌ای هستم که با موسی ملاقات کردم. شما تنها نخواهید بود. تو باب 14 راجع به این صحبت کرده که روح القدس رو به شما میدم، تسلی دهنده‌ای که میاد، و داره شاگردان رو دلگرم میکنه و بعد با این کلمات ادامه میده. حالا چرا میگه من تاک حقیقی هستم؟ من چند تا بهش داشتم فکر میکردم، چند تا دلیل جالب به ذهن من میاد که بعضی هاش الهیاتونا بیشتر روش دست میذارن. یکیش اینه که اسرائیل در عهد عتیق در واقع اون تاک بعد یا تاکی که میوه نمی آورد و خراب شد لقب داده میشه. توی اشعیا باب 5 آیات 1 تا 7 سرود محبوب خود را درباره تاکستانش، یا اون در واقع باغ درختان تاک، برای محبوب خود به سرایم: محبوب من تاکستانی را در تلی بسیار بارور داشت و آن را کنده از سنگ ها پاک کرده و مو بهترین در آن قرص نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن کند. پس منتظر می بود تا انگور بیاورد، اما انگور بد آورد. پس الان ای ساکنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس چون منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ خب به نظر میاد اگر ما به قوم اسرائیل نگاه بکنیم، قوم اسرائیل به اون تاک بد یا تاکستان بد لبقه تشبیه شده. کار خدا قرار بود از طریق تاکستان یا این تاک چی باشه، از طریق اسرائیل چی باشه. در عهد عتیق قرار بود خدا با قوم اسرائیل طوری کار بکنه که هر کسی که به قوم اسرائیل نگاه میکنه کار خدا رو ببینه، خدای اسرائیل رو بشناسه و ایمان بیاره. قرار نبود اسرائیل تنها زیبایی و جلوه عشق خدا برای قومی باشه، بلکه قرار بود از طریق او کار بکنه. اما این میوه، اما این اسرائیل که خوانده شده بود، نخست‌زاده خداوند بود، خدا رو انتخاب کرده بود، نتونست میوه خوبی بیاره. مطمئنن عهد عتیق رو میدونید پر از بت‌پرستی ها و خیانت های قوم اسرائیل به خداوند. پس خدا میگه این بار تو تاک حقیقی نیستی، تو تاکی هستی که نتونستی میوه بیاری. و حالا مسیح از خودش مثال میزنه و این بار مسیح میگه من ولی تاک حقیقی هستم، ولی از طریق من کار خدا آشکار میشه، از طریق شناخت من و کسانی که در من بمونن و کسانی که حالا جلوتر میره در من میوه بیارن، خداوند کارش رو در جهان انجام میده و خیلی ها رو جلال خودش رو بر خیلی آشکار میکنه و خیلی ها به نزد خدا میان. پس من تاک حقیقی هستم هم در واقع الوهیت مسیح تو این 4 تا کلمه هست، که حالا اگه به عبریش بگیم، شاید تو یونانی بگیم، شاید کمتر هم باشه، چون من هستم یکی گفته میشه. و بعد هم اینکه من در مقایسه با شما که نتونستید، حالا من قرار اون درخت تاک حقیقی باشم. یه نکته جالب دیگه هم اینجا هست.
مسیح چند سالگی خدمتش رو شروع کرد؟ اشکی یادش نیست؟ 30 سالگی، نه؟ چند سال خدمت کرد با شاگردان؟ چند سالگی مرد؟ نه؟ 3 سال. مسیح از 30 تا 33 سالگی شاگردان رو خدمت کرد. 3 سال خدمت مسیح رو داریم. شما میدونستید که درخت تاک برای اینکه میوه بیاره احتیاج به 3 سال زمان داره؟ چرا مسیح راجع به تاکستان تو آخر 3 سال وقتی که تموم داره میشه خدمتش میگه؟ شاید یکی از دلایلش اینه که داره به شاگردان میگه من تاک هستم و شما شاخه های آن، شما ثمرات و میوه هایی رو قبل بیارید. بعد از این 3 سالی که به این تاک وصلید، چون شاخه به تاک وصله دیگه، نه، شما قرار از این به بعد میوه هایی رو بیارید که اگر نیارید خیلی عجیبه و بعد شایسته این تاک نیست، نه؟ پس داره به شاگردان از یه طرف میگه که شما در این تاک قرار گرفتید و حالا وقت میوه آوردن شماست. و بعد من بیشتر اینو وصل میکنم وقتی که وارد متن میشم، ولی این دو اتفاق به نظر من اتفاقهای جالبی است که چرا مسیح در این موقع و در این خصوص صحبت میکنه. مسیح میتونست بگه من باغبان هستم. فکر میکنم اگه میگم من باغبان هستم ما بیشتر برای مقابل قبول بود. آره دیگه، ما داریم رشد میکنیم، مسیح میاد و ما رو کمک میکنه. ولی مسیح نمیگه من باغبان هستم، میگه من تاک هستم. وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم میشیم بخشی از بدن او، بخشی از وجود او. این خیلی نزدیکه، این رابطه، نه؟ وقتی یه چیزی یه بخش از وجود منه، وقتی خداوند عیسی مسیح تنه اصلیه و من بدنه او هستم، مسیح داره از یک ارتباط تنگاتنگ و خیلی عمیقی با شاگردان حرف میزنه، نه؟ که من تاکم، شما شاخه های منید، شما دور نیستید، شما یه درخت دیگه نیستید. شما اگر این بدنه ای رو که دیدید اینقدر پر جلال ظاهر شد، معجزه کرد، شفا داد، حالا شما که از اینجا دارید در واقع دست دراز میکنید، شاخه دراز میکنید، شما میشید ادامه خدمت من، میشید ثمرات این درخت در واقع بعد از مرگ مسیح. شما قراره پخش بشید و حالا میوه بیارید. من این بدنه هستم که برای شما استوارم و شما به من چسبیدید، نه؟ او خداوند سنگ زاویه است، اون اصل ایمان ماست. ما از او برمیخیزیم و از قوتی که از او یافتیم خدمت میکنیم. و تاک خیلی این تمثیل رو زیبا میکنه، چون شاخه ها اگر از درخت جدا بشن دیگه اون قوت رو ندارن، نه؟ دارن اون قوتی رو که درخت داره از خاک زمین، در واقع اون کودی رو که دریافت کرده، اون مواد معدنی رو که دریافت کرده، همه رو میگیرن تو بدن خودشون. مسیح با شاگردان تو این شب آخر داره یک رابطه عمیق عاطفی رو صحبت میکنه. من و شما به هم چسبیدیم. این خیلی فرق میکنه با اینکه خیلی ها بگن من مال مسیح هم یا مسیح مال منه. نه، یه رابطه گفتاری و تظاهر نیست. مسیح وارد اون میشه الان تو این مثال، بلکه یک رابطه عمیق و در هم تنیده است. دیگه انسانی که ایمان آورده از مسیح جدا نیست، بلکه ما، کلام خدا یه جای دیگه مسیح برمیگه میگه من در شما و شما در من هستید. ما یک در هم تنیدگی با مسیح داریم. ما یه پیامبری نداریم اومده به ما یه خبر خوشی بده بره. ما یه کسی رو داریم که به ما چسبیده، ولی یادمون باشه در وهله اول او خداست. من هستم تاک حقیقی، نه؟ چقدر زیباست که مسیح ما از خودش دور و جدا نمیدونه، از شاگردانی که قرار او رو انکار کنن خودش رو دور نمیبینه. من تاک هستم. و بعد جلوتر میره و پدر من باغبان. جالبه، مسیح این وقتای آخری رو که داره با شاگردان میگذرونه داره فقط از خودش صحبت نمیکنه، داره پدر رو جلوه‌گر میشه. بعد از روح القدس گفتم تو باب قبل صحبت میکنه، داره به شاگردان میگه شما فقط من رو نشناختید، بلکه از طریق من پدر رو شناختید. و من میخوام بگم نقش پدر در رابطه من با شما چیه. یکی از نقشایی که پدر داره اینه که او باغبان. باغبان کارش برای یک درخت چیه؟ برای که برای درخت دل بسوزونه، برای که به این درخت کمک کنه،
مسیح داره نه فقط خودش رو به شاگردان در هم تنیده میکنه، بلکه داره میگه پدر هم خیلی به شما نزدیکه و حواسش به شما هست. و حالا شاگردا قراره از این رفتن مسیح، از این حرفایی که مسیح میزنه، خود تسلی بگیرن که اگه مسیح داره میره، ما در او هستیم، جدا نمیشیم، پدر هم حواسش به ما هست. داره گره میزنه شاگردان رو به خودش و به پدر، داره برشون باز میکنه. قبلا گفته هر که من رو دیده پدر رو دیده است به فیلیپوس، و حالا داره این رو عملا شاگردان رو به پدر نزدیک میکنه. عیسی مسیح چون در جسم آمده، وقتی با من و شما حرف میزنه، برای ما حداقل اون جملات رو میتونیم بگیم، ممکن نفهممش، ولی این جملات رو گفته، ولی من میخوام روی این جملات فکر کنم. وقتی مسیح در جسم میاد، حالا میتونه به من مکاشفه پدر رو با تفاسیرش و داستانهایی که میگه بده، تا من از پدر یه درک واقعی تری داشته باشم. اگه در روح میومد، شاید سخت‌تر من میتونستم کلمات رو بشنوم و درک کنم، نه؟ اگه در طبیعت بود، شاید خیلی کمتر و کمرنگتر، ولی داره با من حرف میزنه، داره اعلام میکنه، تا ما دیگه تحلیل غلطی راجع به پدر و روح القدس نداشته باشیم. با هم بریم به آیه 2. میگه به هر شاخه‌ای در من میوه نیاورد، آن را دور میسازد. خیلی اینو میخونن به من میگن که بعدشون من استراب میگیرم. یعنی چی؟ یعنی من اشتباه کنم مسیح منو میکنه میندازه دور. خوبه، خیلی ترسناکه. اینکه خدای فوق‌العاده وحشتناکی است. مرسی. و صحبتی که داره میکنه مسیح با ما از این بابت خیلی مهمه که ما بفهمیم میوه نیاوردن یعنی چی. خب دقت کنیم به این که وقتی ما میخوایم به تفسیر آیه نگاه کنیم، فقط به این نگاه نمیکنیم که چه گفته شده، گاهی خب به این فکر میکنیم که چی میتونست بگه به جای این. نه، مسیح نمیگه که هر که میوه بد یا کم آورد. چون ما مسیحای اتفاق برامون میفته، بعضی وقت کم میوه میاریم یا میوه بدی میاریم. داره راجع به یک کسی صحبت میکنه که به این بدنه چسبیده، که باره داره از اون تغذیه میکنه، نور خورشید رو میگیره، همه چی هست، ولی حتی یک میوه از او بیرون نمیاد. شما اگه باغبان باشید چیکار میکنید با یه همچی درختی، با این شاخهایی که میوه نمیدن؟ آیا شاخه‌ها رو نگه میدارید؟ احتمالاً سال اول نگه میدارید، سال دوم نگه میدارید، شاید سال دوم نگه دارید، ولی درخت تاکی که صحبت کردیم بعد از 3 سال قرار میوه بیاره. و اگر شما هیچ اثری از میوه نمیبینید، هیچ چیزی اصلا و ابدا، اینجا یک سوالی پیش میاد که آیا واقعا این شاخه ها به این تنه وصل هستن؟ شما اگه یه شاخه 10 تا شاخه روی درخت داشته باشید، 9 تاش میوه بیاره، یکی نیاره، تعجب میکنید که چرا این نمیاره؟ اینا به همون درخت وصله. اگه هیچ کدوم از شاخه‌ها میوه نیارن، بعد میگید این تاک مشکل داره، نه؟ ولی همه شاخه‌ها دارن میوه میارن، این یه دونه میوه هم تو این چند سال نیاورده. ما میتونیم میوه کم بیاریم، چون بعضی وقتا در ایمان مسیحی توانا و قادر نیستیم. توی متی باب 13:23 صحبت جالبی میکنه، میگه و آن که در زمین نیکو کاشته شد، آن است که کلام را شنیده آن را میفهمد، بارور شده، بعضی 100، بعضی 60، بعضی 30 ثمر میآورند. بالاخره یه ثمری میارن، ممکنه 100 تا نیارن، ممکنه 60 تا نیارن، ولی بالاخره یه ثمری میوه ها باید بیارن، نه شاخه ها. نه، پس صحبت سر درخت شاخه‌ای که اصلاً میوه نمیاره. حالا من میوه رو باز میکنم یعنی چی؟ ولی شاخه‌ای که اصلاً میوه نمیاره، نه اینکه داره سعی میکنه داره میوه‌های کوچیک میاره، میوه‌های بد گاهی‌گاه میاره، نه، شاخه‌ای که اصلاً انگار نه انگار که به این درخت چسبیده. ممکنه بگید خب بعدش کن، یعنی چی الان تو زندگی مسیح ما؟ یعنی کسایی که ممکنه کلیسا میان ولی اصلاً به مسیح وصل نیستن، ظاهراً وصلن ولی اصلاً نیستن. وقتی نگاه میکنه هیچ میوهی نداره، شخص اینجا رو ترک میکنه، به هر کسی میرسه عصبانیش میکنه، یه بیراه یه نشنامی میده، هر کسی که یه ذر پولش رو بخوره زیرابش رو میزنه. بعد شما میگه خب آخه هیچ میوهی در این درخت نیست، شاید این درن شاخه نیست، شاید این شاخه اصلا وصل نیست، شاید الکی یه کسی اینو آورده نزدیک کرده.
و این اتفاق رو مسیح داره در باب 15 میگه، چون در باب 13 این اتفاق میفته و در باب 14 مسیح این رو باز میکنه. مسیح داره یه اشارهی به شاگردان میکنه راجب یهودا اسخریوطی، کسی که با مسیحه با او راه میره ولی با او وصل نیست، میوه نمیاره. یهودایی که برای خودش در افکار گناهالود و پول در آوردن و خیانت کردن و دروغ گفتنه، یهودا هیچ میوه‌ای نداره. مسیح داره اشاره‌ای به شاگردا می‌کنه. قبلا با یهودا صحبت کرده، او رو تشویق کرده و یادآوری کرده، هشدار داده، همه رو کرده. ولی الان داره به شاگردای دیگه میگه میشه بعضی شاخه‌ها ظاهراً به من وصل باشن ولی مال من نیستن و میوه نمیارن، بعد میوه نیاوردنشون میفهمید مال من نیستن. و چون پدر میدونه که مال من نیستن، این شاخه‌ها باید از بدن تاک بیان بیرون. این راجع به مسیحی نیست که یه جا اشتباه میکنه، یه جا لغزش میخوره، یه جا گناه میکنه، یه جا نمیتونه خشمش رو مدیریت کنه. نه، راجع به مسیحیه که میگه من مسیحیم ولی هیچ میوهی در اون نیست اصلا و ابدا. و اونجاست که مسیح داره راجع به این شاخه ها به این شکل از طرف باغبان یا پدر صحبت میکنه. بریم با هم راجع به میوه ها صحبت کنیم. حالا این میوه هایی که میگیم چی هست؟ بعضیا شاید برداشتشون باشه که میوه ها یعنی من باعث بشم یک کسی دیگه ایمان بیاره. ببینید، ایمان آوردن دست ما نیست. ما کسی رو ایماندار نمی کنیم. ما بشارت میدیم. ما میگیم خداست که اگه بخواد نو عوض میکنه. پس میوه آوردن شاخه ها نمیتونه ایماندار کردن کسی باشه، چون کار خداست. میوه آوردن یه چیزی که این شاخه بتونه انجامش بده. پس داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ بریم تو متی باب 7 آیه 17 تا 23 اولین صحبت میوه ها رو اینجا ببینیم. متی باب 7 آیه 17 تا 23. همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می آورد و درخت بد میوه بد می آورد. نمیتواند درخت خوب میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده می شود. دوباره همون داستان تا که اینجا. لذا از میوه ایشان را خواهید شناخت. اوکی. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد. پس بازم می بینیم خداوند خداوند گفتن الکی و اصل بودن به عیسی مسیح نتیجه نداره. پس چی؟ بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوند و خداوند آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوار اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ یعنی این همه خدمت کردیم. آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس خدمت ما میوه ما نیست، چون مهم نیست چقدر خدمت کنیم. اگر میوه ما که اعمال ماست که طبق اراده خداست، چون مسیح اینجا میگه بد کاران، یعنی کسانی که رفتار شما بده، شما میوه رفتاری ندارید، شما در زندگیتون اون ثمره دیده نمیشه. مسیح داره اشاره به رفتار ما میکنه که رفتاری که طبق اراده پدر انجام میشه، این میوه است که داره اینجا ازش صحبت میکنه، از این درختان. میوه بعدی، میوه یا جای دیگه‌ای که از میوه صحبت میکنه تو کتاب مقدس، میوه‌های اخلاقی و اجتماعی هن. توی غلاطیان 5:22-23 خیلی معروف، حتما همتون حفظید. اگرم حفظ نیستید بگید آره حفظیم، چون همه نشوخی میکنم. ولی بریم با هم نگاه کنیم. غلاطیان 5:22-23. لکن ثمره روح یا میوه روح یا میوه خداوند محبت، خوشی، سلامتی، هم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. ما داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که به مسیح چسبیده، پرهیزگار نیست، محبت نمیکنه، خوشی نداره، سلامتی که فکر میکنم روحانی اینجا، چون همه چیزای دیگه روحانیه، نداره، نیکو نیست، ایمان نداره، تواضع. بعد شما دیگه باید سوال کنید آیا واقعا این شاخه مسیحه؟ واقعا شاخه هیچ کدوم، نه محبت، نه خوشی، نه سلامتی و هیچی. پس مسیح دنبال این نیست که الکی یه شاخه رو که همون روز میوه نیاورده بندازه دور. نه، شاخه‌ای که به مسیح وصله اتوماتیک شروع میکنه عوض شدن و میوه آوردن. احتیاجی به زور زدن برای میوه، شما هیچ درختی رو نمیبینید که شاخش داره فشار میاره یه میوهی بده بیرون. تو روند طبیعی میوه میاد. نه،
یه عزیزی با من صحبت میکرد میگفت هرش کن من از وقتی که دارم با شما وقت میذارم شما من گوش میدید من به هم محبت میکنید دیگران به من میگن به ایشون میگن چقدر تو آروم و با محبت شدی چرا؟ چون به من ایشون دست نیست من دارم با ایشون تو مشاوره از خدا و کلام او میگم ایشون به مسیح داره وصل میشه و بدونه که بدونه ثمرش داره میاد بیرون دیگران میگن ببین مثلا دوست دارم با تو حرف بزنم تو گوش میدی واقعا اما میشنوی و ثمرات بودن در حضور خدا تو افراد شکل میگیره یکی دیگه از رضا میگفت براش من وقتی با ایران صحبت میکنم با دوستان از ایران اینا من میگن تو یه جور دیگه یه حرفای دیگه میزنی از یه جنس دیگه هست نه برای که ما تلاش کردیم میوه بدیم نه همینقدر که به تنه وصلی میوه در ما میاد حداقل یکی دو تا سه تا از این میوه ها شاید کامل نه ولی شاید 100% نه ولی کمتر ولی میاد میوه بعدی که میخوام صحبت کنم تو عبرانیان باب 13:15 است پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم قربانی تسبیح یعنی پرستش رو یعنی ثمره لبهای میوه لبهایی را که به اسم اون معترف میباشن میوه بعدی پرستشه ثمره‌ای که بر لبهای ما میاد نه مسیحی که میاد میگه برداشت کن لطفا این آهنگ درخواستی من رو اجرا کنه نه ما اینجا کنسرت نداریم آهنگ اجرا کنیم بلکه کسی که توی پرستش واقعا داره تمام وجودش رو به خدا تقدیم میکنه قربانی تسبیح با تمام دل خدا میبینه من ممکنه نفهمم کی داره خدا رو میپرسته ولی خدا قلبا رو میبینه نه؟ پس میوه بعدی میوه پرستش هست یک مسیحی که برای پرستش خدا دل داره به موقع میرسه سر پرستش به موقع توی خونهش توی فضاهای کاریش همش داره پرستش میکنه نه؟ پس میوه های مختلفی به این شکل میشه در افرادید بازم هست ولی بنگه صحبت تاک رو جلو ببرم بقیه رو واگذار میکنم توی وقت دیگه شاید و هرچه میوه آرد ادامه آیدو و هرچه میوه آرد آن را پاک میکند داریم راجع پدر صحبت میکنیم چون من خیلی دارم بازش میکنم شاید از یادمون نره و هرچه میوه آورد هر شاخه که میوه آورد آن را پاک میکند تا بیشتر میوه آورد بذار اول راجع به این پاک کردن صحبت کنیم برای درخت های تاک چطور انجام میشه و بعد اون بخشش که برای من خیلی هیجان انگیزه رو بیشتر روش صحبت کنم کسانی که وقتی میخوان تاک رو در واقع این شاخه های تاک رو پاک کنن و این اصطلاحی که کتاب مقدس به کار میبره اونجوری که من از الهیادانایی که روی مسئله وقت گذاشتن خوندم چهار تا اتفاقه یک قطع کردن سر این شکوفه ها و برگ هایی که خیلی زود در اومد اینا رو باید بزنی تا سر وقتش وقتی که آماده است در بیاد بنابراین باغبونا اینا رو میزنن دو قطع کردن یک یا دو فیت حالا اگه من 6 فیت باشم فکر کنید انقدر نه از سر ساقه های نه ساقه بدنه درخت رو نمیگیم وقتی شاخه در میاد کنار شاخه دیدید یه چیز کوچیکی دیگه در میاد که از اونجا آویزون میشه داره اونا رو میگیم وقتی اونا بیشتر از یکی دو فیت بشن اونا رو هم سرشو میزنن چون اونا تو باد میتونن بشکنن و وقتی خوش آویزون میشه میتونه بیفته نه پس اونا رو هم باغبان کوتاه میکنن قبل از اینکه دو تای دیگر رو بگم همه اینا با قطع کردن روبروه با درد و رنج روبروه نه ما گاهی تو ایمان مسیح میگیم بعد از خیلی دیگه سختی ها زیاد شده ولی من میخوام از دید خدا نگاه کنیم این باغبان وقتی میاد یه جاهایی رو کوتاه میکنه تو زندگی ما به یه هدفی داره این کار رو میکنه این درد و سختی که داره وارد گیاه میکنه به یه هدفی قرار انجام بشه الکی نیست بله برای ما اون لحظه وقتی ما ببینیم یه کسی چاقو رو قیچی رو ورشی داره یه شاخه رو میزنه یه ساقه رو میزنه میگیم نکن این گیاه زنده است جون داره ولی ما نمیفهمیم هدف اون باغبان حکیم چیه قرار این کار انجام بشه سه جدا کردن خوشه های انگوری که آماده هم تا خوشه های دیگر خوب تغذیه کنن نه اگه بعضی آماده اینا رو میچینه بعد میره سراغ خوشه های دیگه و چهار چیزایی که بهش میگن مکنده یا در واقع بخش های زائدی که در گیاه در میاد و اینا انرژی گیاه رو میگیره دیدید مثلا این درخت یه تنه محکمی داره یه دونه برگ سبز از توش در اومده اونها رو همه رو میکنن که این گیاه بتونه همه قدرتش رو برسونه به اون میوه‌ای که میخواد بده پس
کار پدر اینه که بیاد سراغ مسیح و کلیساش، بیاد سراغ اشکان، نگاه کنه بگه خب این شاخه‌ای که اسمش اشکانه اینجاها یه جاهای اضافه داره، من اینا رو بردارم بزنم و جدا کنم. چیزی که برای من خیلی جذاب میشه اینجا، غیر از این که هدف باغبان اینه که من میوه بیشتری بیارم، یعنی پرهیزگارتر بشم، خوشی بیشتری داشته باشم، متواضع‌تر بشم و همه اینها، برای من این یکی از تناجاییه که پدر میاد سراغ ما مستقیم. برای اینکه شاخه رو تمیز کنه و دست بر شاخه بگذاره. ما به واسطه اینکه در بدن مسیح هستیم، در ارتباط با پدریم، پدر میاد دست میذاره روی ما، میوه های ما رو میبینه، میگه از این میوه تو چقدر خوشنودم، از این میوه تو چقدر خوبه، اینا رو میچینم، تو میخوای، تو باید الان توی تواضع بیشتر روش کنی، در خوشی خودت کامل شدی، الان باید تو محبت خودت روش کنی. و شروع میکنه دست بر این شاخه میذاره، خوب نگاش میکنه ببینه چطور میتونه به این شاخه کمک کنه. و این بار دیگه پدر، پدر آسمانی دور نیست، پدر پدریست که در بُعد روحانی نزدیک به این شاخه. من و شما فقط به مسیح نچسبیدیم، بلکه چون به مسیح چسبیدیم به باغبان هم نزدیکیم. چقدر جالبه نه که پدرم با ما در ارتباط نزدیک قرار میگیره به واسطه پسر که با ماست. آیه 3، الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. خب این پاک کردن شاخه ها منظورمونه نه؟ مسیح میگه شما الان شاخه های پاکی هستید، آماده میوه دادنی در این لحظه. چرا؟ چون من به شما کلامی رو گفتم و به سبب اون کلام شما پاک هستید. خوب فکر کنید، عبرانیان 4:12، زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دادن و فرو رونده، تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیاتهای قلب را. اون ابزاری که پدر استفاده میکنه برای بریدن این شاخه ها کلام زنده خودشه. عیسی مسیح به افراد میگه چی میگه؟ میگه شما، من هرچه به شما، چیزی به شما نگفتم جز آنچه از پدر یافتم. نه، تمام کلماتی که مسیح به ما میگه، چون مسیح و پدر و روح القدس یک خدا هستن، یک اراده و یک کلام، وقتی مسیح میگه کلام من، داره کلامی رو میگه که از پدر یافته. این کتاب مقدسه که اون در واقع تمیز کننده و جدا کننده و پاک کننده ماست، و به همین دلیل از طریق خوندن کلام خدا ما میفهمیم پدر چطور میخواد ما میوه بیشتری بیاریم. نه؟ پس این روش و ابزار تمیز کردن این شاخه هاست. در من بمانید و من در شما، همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنان نیز شما اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه ها، آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نتوانید کرد. اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود و میخشکد و آن را جمع کرده در آتش میاندازند و سوخته میشود. مسیح راجبه یهودا قبلا هم صحبت کرده، نه؟ فرزند هلاکت، کسی که نابود خواهد شد. و خیلی ها میگن اینجا صحبتی که مسیح داره میکنه اشاره ایست به اتفاقی که بین یهودا و او میفته، او که به ظاهر به این بدن چسبیده ولی از او دوره، افکار او، رفتار او، ویژگی های او از او، از مسیح چیزی نشون نمیدن. من از آیات یهودا میگذرم چون حتما باهاش تا حدی آشنا هستید به خاطر وقت، ولی میتونید توی یوحنا 13:27-30 بهش نگاه بکنید، دوتا باب قبل از این. بریم با هم دیگه بقیه آیات رو نگاه بکنیم، چون این آیات راجبه همون صحبته که کردیم و اینجا بازشون میکنه. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید به طلبید که برای شما خواهد شد. خب بعضی وقت این آیات رو شاید عزیزان بدون درک کامل بهش نگاه کردم، من میخوام به این کل این آیه حداقل و یه جای دیگه این آیه رو یه جور دیگه میگه نگاه کنیم. مسیح اینجا نمیگه خب
اینا رو گفتم. حالا هر وقت هر چی دلتون خواست از من بخوای، من حتما براتون دم در خونه با آمازون یا با در واقع سرویس دیگه سری میفرستم. نه، میگه شرط این که چیزی رو بخواید بطلبید اول اینه که در من بمانید. در من بمانید یعنی چی؟ وقتی ما یه شاخه وصله به تاک، این شاخه نمیتونه درخواست آوردن میوه سیب داشته باشه. خب این تاک میگه ببخشید شما برو به یه درخت دیگه بچسب، ما فقط اینجا تاک تولید میکنیم. نه، بنابراین نمیشه ما در مسیح باشیم ولی خواسته های ما خارج از اراده و ذات مسیح باشه. متوجه میشی؟ بعضیا میومدن گفتن برادر دعا کنیم من بیچاره کرده لعنت بشه بمیره. خب اراده خدا و نیت و ذات خدا نیست. خدا میگه من عزیزم یه مرد شریر بمیره، پس ما نمیتونیم خارج از اراده و ذات رو دعا بکنیم و بخوایم. اگر در من بمانه، شرط دوم، و کلام من در من باشه، در شما باشد، یعنی کلام خدا میشه اراده و حکمت او. بنابراین وقتی ما کلام رو میخونیم تازه میفهمیم چجوری میتونیم دعا کنیم. کشیشنادان قبلا اشاره کردن برای درس های دعا باید بیشتر راجع به اینا صحبت کنیم که دعای ما برخواسته از ذات و نیت و اراده و آرزوی خداست و ما اون رو در کلام پیدا میکنیم. دعای ما برای این نیست که ما مثل مردم دنیا خیلی اتفاقا برامون بیفته. مسیح میگه ملکوت را به طلبید بقیه به شما داده خواهد شد. ما در کلام مسیح که یافتیم اگر این کار رو کردیم، و بعدا جای دیگه میگه اگر به اسم من به طلبید، که اسم نشاننده ذات خداست نه اینکه او کیست، بازم مطابق با اراده و ذات خواسته او آن چه خواهید به طلبید که برای شما خواهد شد. پس توی اون چهارچوب این دعاها میوه میاره. خارج از اون میتونه خدا فیض بده بخواد انجام بده، ممکن هم از نخواد انجام نده، هیچ وظیفه‌ای نداره، ولی ما میدونیم خداوند حتی بر کسانی که مسیح رو نمیشناسن باران فیضشو میبارونه. خدا با وجودی که به مسیحیان میگه اگر اینا رو بکنید آنچه بخواهید یعنی طبق اراده من به شما میدم، به خیلی از کسانی که ما نیاوردن هم برکات زیادی میده. این به معنی نیست که خدا کسی که مسیح رو نمیشناسن هیچ کاری نداره انداخته اونور، نه، ولی داره با مسیحیان، داره با شاگردا اینجا صحبت میکنه. آیه 89 میخوام بخونم بعد این ستا رو با هم باز کنیم. جلال پدر من آشکار میشود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگردان من بشوید، همچنان که پدر مرا محبت نمود و من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگه دارید در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. خب تفاوت این دو تا شاخه ایناست. شاخه های خوب، شاخه هایی که میمونن، شاخه هایی که مسیح داره جبشون صحبت میکنه، و شاگردان شاخه هایی هستن که میوه میارن. خب توی آیات بازش کردیم گفتیم منظور چیه، پس من دیگه روی نمیمونم، ولی شاخه هایی که طبق آیه 8 میوه بسیار میارن، جلال پدر رو آشکار میکنن. ویژگی دوم این شاخه ها اینه که ما و شاگردان مسیح هستیم که این شاخه ها در درخت میمونن. اینا شاخه‌هایی هستن که در اون دلبستگی و در هم تنیدگی با تاک هستن. خوب دقت کنید توی مکاشفه باب 2 آیه 4 مسیح با کلیسای افسوس صحبت میکنه. نقدش بر کلیسای افسوس چیه؟ اگه درست یادم باشه کلیسای افسوس کلیساییه که در واقع یوحنا توش بوده، مریم مادر مسیح توش قبلا بوده. ولی چه نقدی برای همچی کلیسای مسیح وارد میاره توی مکاشفه؟ میگه لیکن بحثی بر تو دارم باب 2 آیه 4 که محبت نخستین خود را ترک کردی، اون در هم تنیدگی، اون در من موندن را ولش کردی، رفتی یه جای دیگه، در یکی دیگه هستی، در من دیگه نیست، در این تاک نیستی. پس اول میره میارن این شاخه ها، دوم در هم تنیدن با مسیح، فکرشون، حرفاشون، دعاشون، ارادهشون در هم تنیده است با مسیح، و سوم احکام مسیح رو نگه میدارن. اینا کسایی هستند که مطابق با اون توانایی درخت و حکم او و ذات او کارها و اراده او رو انجام میدن. توی خطوه 10 این رو دیدیم، یوحنا 8:31 مسیح، پس عیسی به یهودیانی که به دو ایمان آوردن گفت اگر شما در کلام من بمانید فالحقیقه شاگرد من خواهید بود. توی عبرانیان خیلی جالب این رو باز میکنه، ما راجع به دردها صحبت کردیم، خوبه که این رو هم با هم بخونیم. عبرانیان 12 آیات 7 و 11 رو میخونم. اگر متحمل تأدیب شوید خدا با شما مثل پسران رفتار می‌نماید، زیرا کدام پسر است که از پدرش او را تأدیب نکند. داریم راجع به پدر و باغبانی صحبت میکنیم که داره در واقع
میچینه و این شاخه رو بهتر میکنه و این پسر رو رشد میده، این میوه رو، میوه های این شاخه رو خوب درست میکنه. که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران، اگر تأدیب نمیدارید، اگر تأدیب نمیخواید بشید و فکر میکنید نباید تأدیب بشید، چون پدر اگه بر شماست حتما شما رو تأدیب میکنه. و دیگر پدران جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب مینمودن و ایشان را احترام مینمودیم، آیا از طریق اولیه پدر روحها را اطاعت نکنیم تا زنده شویم؟ میگه همونجوری که پدر زمینی ما رو تأدیب میکنه، پدر روحانی هم از لحاظ روحانی ما رو تأدیب میکنه، زیرا که ایشان اندک زمانی موافق سوا دید خود ما را تأدیب کردن، لکن اون به جهت فایده تا شریک قدوسیت او گردیم. لکن هر تأدیب در حال نه از خوشی ها بلکه از دردها می نماید. یادتونه گفتن زدن این شاخه ها؟ اما در آخر، حالا این توی این عبرانیان اصلا راجع به ما درخت داریم صحبت نمی کنیم، اما جالبه، میگه اما در آخر میوه عدالت سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافتن بار می آورد. میوه عدالت از این شاخه میاد بیرون، چون این شاخه تأدیب شده. و در نهایت عیسی توی آیات بعدی برای ما باز میکنه چرا داره این تعلیم رو میده. این رو به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. چه حرف عجیبی نه؟ مسیح به ما میگه شما با من در هم تنیده اید، من شما رو دوست دارم، پدر شما رو دوست داره، ولی درد و رنج میاد، ولی شما باید یه جایی از شما یه جایی رو قطع کنیم، یه خود اذیت خواهید شد، میوه میارید، میوه ها رو میچینه، مراقب شما رشد بکنید، حتی درد و رنج ها و حتی برکات. ولی من اینا رو به شما میگم نه برای اینکه فکر کنید حالا اون شاخه قراره در آتش افکنده بشه، چون شما اگه بسید حتما میوه میارید، ولی اینا رو به شما میگم تا شما خوشی من در شما کام. این آیات قراره ما رو خوشحال و شاد کنه، قراره عشق خدا رو برای ما باز کنه، قراره به ما بگه عیسی با ما در هم تنیده است، قراره به ما بگه پدر میاد به ما از نزدیک نگاه میکنه، میخواد حواسش به ما باشه تا ما خوب رشد کنیم، میخواد به ما توی باب قبل بگه روح القدس با ماست تا تسلی دهنده ما در این اتفاقات باشه، تا همه اینها بشه، تا ما بخشی از بدن این درخت باشیم، بخشی از بدن خدای الهی. اصلا فکر این مسئله که من و شما میشیم بخشی از بدنی خداوند، خدا نمیشیم، اشتباه نکنید، خداوند تعریف خودشو داره، خدا ازلی و ابدی، ما نه ازلی بودیم ابدی در مسیح میشیم، ولی اگه مسیح نبود ابدی هم نبودیم، نه خدا نمیشیم، ولی در بافت الهی و انسانی مسیح ما هم گره میخوریم. بهش فکر کنید، حتی فکر این حقیقت برای ما خوشی بسیار میاره، نه؟ ما در او هستیم، به او گره خورده هستیم و کسی غیر از باغبان نمیتونه به این درخت آسیب بزنه. ما تو ایران که بودیم توی حیات پشتمون آفتاب گردون داشتیم، گلای آفتاب گردون انقدر می شدن بزرگ و تخمه ها رو از توش می تیستید در بیارد. بچه های مدرسه ای از مدرسه که می اومدن از دیوار کوتاه می پریدن، یه دونه شو برمی داشتن می پریدن و تا خونه شون تخمه آفتاب گردون می خوردن، چون باغبانی سر این گلای آفتاب گردون بیچاره ما نبود، ما بودیم و تو خونه همون نشسته بودیم به این هوا که کسی نان نمیبره. ولی برای این تاک که ما شاخه هستیم یک باغبانی است که حاکم مطلق بر تمام جهانه، پدر، کسی نیست بر این درخت ضربه و آسیب بزنه، مگر زمانی که پدر لازم میدونه ما رو کمک کنه و پاک کنه تا ما رشد کنیم. این حقیقت زیبایی است در عیسی مسیح که امروز پدر هم در این تمثیل عیسی مسیح در نزدیکی به ما به تصویر کشیده میشه. میخوایم دعا کنیم، دوست دارید دعا کنیم با هم و بعد وقتی رو با هم خواهیم داشت. ای خداوند، خدای قدوس، تاک حقیقی، ای خداوند، به دور از تو این تاک انسانی اسرائیل نتونست میوه بیاره و خراب شد و از بین رفت، تو گفتی جدا از من هیچ نتوانید کرد. خداوند، ما به واسطه یه کار روح القدس و ایمان به تو گره خوردیم، در بدن تو تنیدیم، در جان تو
در تو هستیم. تو میگی شما در من و من در شما. ای خداوند برای ما باز کنین حقیقت عظیم رو تا خوشی ما در تو کامل بشه، برای ما از لحاظ روانی عاطفی عاشقانه باز کن چقدر این کار تو عظیمه که تو خودت رو با انسان گره میزنی تا او رو نجات بدی و هر که در تو باشه حیات جاودان بیابه. در سلامتی و در ابدیت تو ما در تو ساکن بشیم. ما ابدی نیستیم، بلکه چون در تو هستیم در ابدیت تو نیز ساکنیم. ای خداوند تو رو شکر میکنیم که انقدر ما رو دوست داری. تو رو شکر میکنیم پدر برای اینکه سراغ ما میای، شاخه به شاخه به ما نگاه میکنی، نگاه میکنی من چطور میتونم به اشکان کمک کنم بهتر بشه، چطور میتونم اشکان رو آزاد کنم و در این میوه ها رشد کنه، اشکان بتونه بهتر بشه. و اونجا بعضی از خوشه ها رو میچینی و اجازه میدی ما از نظرهای مختلف در این ثمرات روح، در این ثمرات تاکی که به او وصلیم و این میوه هایی که میاریم رشد کنیم. ای خداوند اعتراف میکنیم بعضی وقتا تو زندگیمون کم میوه آوردیم یا میوه های خوبی نیاوردیم، اما ایمان داریم تا زمانی که به تو وصل باشیم، تا زمانی که پدر دستان تو به ما میخوره و تو ما رو پاک میکنی با سلاح و ابزار کلامت، ما میتونیم میوه های بیشتری بیاریم، در تو بمانیم و در خوشی تو ساکن بشیم. پس امروز با قلب و دل و جان ما صحبت کن و اجازه بده همونطور که تو ما یاد دادی در محبت تو بمانیم، احکام تو را نگه داریم، در کلام تو ساکن باشیم ای خداوند، و به این شکل میوه های مختلفی در ما بیاد و ما به شباهت تو در بیاییم. پس به نام زیبای مسیح در قوت روح القدس و اراده تو پدر با شکرگزاری دعا میکنیم. آمین.